این حرف خوبی هست، این نشون میده که خب این ماشین که مشخصه برای شناسایی عملیات تروریستی استفاده شده و تمام نقاط جی پی اسش ثبت شده، ولی این که اشاره میکنه که اونجوری که اون میگه بچه های سفارت برای من گرفتن، خب نشون میده که تمام عوامل سفارت توی این کشورهای اروپایی، تمام عوامل سفارت های رژیم همه دستن در کار همین موضوعات هستند، عملیات های تروریستی و آماده سازی های اونو و حل مسائل لوجستیکیش. دقیقا، البته خود نقش این آخوندک جای این داره که به طور مفصل توضیح داده بشه. من فقط یکی دو جمله اشاره میکنم که این آخوند کسیه که به اون فیلمی که علیه مجاهدین ساخته بودن بهشون جایزه داده، یعنی رئیس بنیاد سرچشمه بوده. بله. بعد ماجرای نیمروز. بله. ماجرای نیمروز. بله بله، ماجرای نیمروز رو این جایزه داده، یعنی اصطلاحا خیلی واضح‌تر از ایناست که نقش این چی هستش و ارتباطش با وزارت اطلاعات چی است. بعد دشمنی هیستریکی که با مجاهدین داره، اونقدر که من بررسی کردم پدرش هم الان جزء بازرسی دفتر خامنه‌ای هست، خودش با شخص خامنه‌ای رفته عیادت خامنه‌ای و نقشش واضح‌تر از این حرف هاست که با این حرفای مضحک بخواد اونو بپوشونه که چون ماشین نداشته. اولا ماشین رو با اسدی گرفته که رئیس ایستگاه اطلاعات رژیم در اروپاست، بعدم این ماشینی که حالا اشتباهی گرفته اومده شناسایی مراکز مقاومت در مقطعی که مراسم در جریان بوده. درسته. همه اینها رو به صورت اتفاقی و شانسی داره تلقی میکنه. بسیار عالی. آقای حریری ببخشید قبل از اینکه به ادامه بحثمون بپردازیم، میدونم شما نکات زیادی دارین. الان یه گزارش داریم که آماده هست از جلوی دادگاه که شما با ما همراه باشید، این گزارش رو از گزارشگرمون بشنویم، بعد دوباره برمیگردیم ادامه سوالات و گفتگویی که با شما داریم. بندگان عزیز، گزارشگر ما سروش ابوطالبی از جلوی دادگاه آماده هست که گزارشی رو در رابطه با اونچه که امروز در دادگاه قرار اتفاق بیفته برای ما شهر بده که صدای سروش رو میشنویم. سروش، صدای ما رو میشنوید شما؟ بله، سلام میکنم به شما و سلام میکنم به بینندگان عزیز سیمای آزادی. سروش ابوطالبی هستم از بروکسل، از آنتورپن ببخشید، در بلژیک. همونطور که میدونید امروز روز 3 دسامبر 13 آذر روز دوم دادگاه در مورد دیپلمات تروریست رژیم آخوندی اسدالله اسدی و سه مزدورش هست. هفته پیش 27 دسامبر روز اول دادگاه بود که در واقع پس از 2.5 سال تحقیق در مورد این پرونده اجرا شد. اون روز اول هفته پیش وکلای در واقع 25 شاکی خصوصی و وکلای مقاومت ایران اونجا صحبت راشون رو کردن. نکات جالبی که بود خواسته های دادستان بود، در نکاتی که داشت در مورد وزارت اطلاعات خیلی صحبت کردن، این که تأکید میکردن که وزارت اطلاعات رژیم آخوندی نقش واقعا چشمگیری در این عملیات داشته، چه در سازماندهی، پشتیبانی و فرماندهی این عملیات. نکات دیگه این بود که شخص خانم مریم رجوی هدف اصلی این عملیات تروریستی بوده و درخواست زندان کردن و از برای اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم 20 سال خواستن، برای امیر سعدونی و نسیم نعمی 18 سال و مهداد عارفانی سومین موضوع همدست دیپلمات تروریست رژیم 15 سال. امروز در واقع دومین روز دادگاه و همینطور آخرین روز دادگاه است که وکلای رژیم صحبت‌هاشون رو می‌کنن و ادعاهایی دارن که پیشاپیش بی اساس بودنش معلوم شده و روشن شده در خصوص در صحبت‌های دادستان و همینطور در مطبوعات. ادعای اصلی
وکلای رژیم در واقع دیپلمات بودن این جنایت یعنی مسئولیت داره. در واقع مسئولیت دیپلماتیکش رو مطرح میکنن. دقیقاً مسئولیت دیپلماتیکش رو میارن جلو و به حرف از کنفانسیون وین، کنفانسیون 1961 میزنن. البته که میشه اضافه کرد که خود دیپلمات تروریست رژیم اسدی روز دستگیریش در آلمان به پلیس گفته بود که در تعطیلات هست در واقع و این مسئولیت دیپلماتیکش رو خودش از همونجا بی‌اعتبار کرد. بعد از صحبت‌های وکلای رژیم امروز، وکلای مقاومت از دوباره جای صحبت دارن. امروز آخرین روز، یک ماه دیگه در واقع آخرین روز دادگاه است و یک ماه دیگه حکمش صادر میشه و به اطلاع ما میرسه. و البته که امروز صبح قبل از شروع دادگاه در مقابل دادگاه برای خبرنگارا، آقای فرزین هاشمی از نمایندگان شورای ملی مقاومت ایران، همینطور نماینده شورای ملی مقاومت ایران در این دادگاه شواهدی رو برای ما گفتند و گفتند که در واقع دفاعیات دیپلمات تروریست رژیم و وکلاش همین تاکید بر مسئولیتشه که البته دارن از این مسئولیت سوء استفاده میکنن برای اجرای جنایاتی و خواستار این شدن که سران رژیم محاکمه بشن و در واقع اجرا کننده های اصلی این جنایت در مقابل قانون قرار بگیرن. و همینطور اشاره شد به بیانیه 240 نماینده پارلمان اروپا که خواستار از جمله خواستار بستن سفارت های رژیم آخوندی و همینطور مراکز فرهنگی شدن که در واقع برای فعالیت های غیر قانونی و تروریستی ازش رژیم سوء استفاده میکنه. و در نهایت تاکید این بیانیه این تاکید داشتن که از روابط دیپلماتیک نمیتونه به نرمال برگرده با این رژیم بعد از چنین حکم دادگاهی. این بسیار خیلی موضوع مهمیه، اینکه روابط نمیتونه به حالت نرمال برگرده با رژیم، چون انتظار میره که به طور واقعی این تاثیر حکم این دادگاه، اصلا کل شکل‌گیری این دادگاه یک تاثیر چنینی روی سیاست و روابط با رژیم داشته باشه. اما یه سوال بکنم قبل که شما ادامه بدی، سروش، الان اونجا دادگاه شروع شده آیا شروع نشده و یا فضا چطور هست؟ کمی از صحنه دادگاه برام بگو، یا اون فضایی که الان توی اونجا جلوی دادگاه آنتورپ هست. بله، دادگاه الان شروع شده، میشه گفتش که تقریبا نیم ساعت پیش شروع شده. افراد بسیاری اینجا هستن، بسیار بسیار فضا امنیتی، فکر کنم کمی بی سابقه باشه برای این کشور. و ما طی روز در خدمتتون هستیم و به شما اپدیت میدیم در واقع. بسیار عالی، ممنونم از گزارشی که برامون دادی. دوستان، هموطنان عزیز، گزارشی بود از همکارمون از دادگاه آنتورپ بلژیک، سروش ابوطالبی، که در ادامه برنامه با ما همراه هستن و هر اتفاقی که امروز اونجا در دادگاه رخ بده ما رو در جریان قرار خواهند داد. با مهمان برنامه‌مون آقای مجید حریری همراه هستیم و همچنین همکار دیگه هم احسان، و این برنامه رو خدمتتون ادامه میدیم. اما قبل از اینکه سوالاتمون رو در واقع من و احسان بقیه سوالاتمون رو از آقای حریری مطرح بکنیم، پیشنهاد میکنم که یک قسمت دیگه از وقایع نگار این طرح تروریستی بمب‌گذاری در گرد همایی مقاومت رو با هم ببینیم. برمیگردیم و خدمت شما هستیم. 30 ژوئن 2018، واحد ویژه خنثی‌سازی مواد منفجره همراه با امداد پزشکی سیار برای بررسی وضعیت به محل اعزام می شود. منطقه به شعاع 200 متر تامین می شود. پس از کشف بمب توسط واحد ویژه، با ربات اقدام به خنثی‌سازی آن می کنند. بمب به طور ناخواسته منفجر می شود که در اثر انفجار ربات منهدم شده و از دور خارج می شود. یک عضو واحد ویژه پلیس در اثر موج انفجار در فاصله دور آسیب می بیند که در محل معالجه می شود. 30 ژوئن، دستگیری عارفانی. پلیس اقدام به بازرسی خانه عارفانی می کند.
ظهر و همزمان با برگزاری برنامه بزرگ، پلیس فرانسه یک معرفی نامه دقیق از عارفانی تهیه کرد و در اختیار پلیس برای دستگیری او قرار داد. در این معرفی نامه آمده مهرداد عارفانی با سرویس اطلاعات رژیم ایران نیز کار می‌کند. او را ساعت 19:10 در پارکینگ ویلپند دستگیر کردند و مستقیم به مرکز دژ‌اس بردند. 30 ژوئن 2018، پس از کشف بمب و دستگیری نعامی و سعدونی و بازجویی اولیه از آنها، قاضی تحقیق دستور دستگیری اسدی را صادر می‌کند. همان موقع دستور جلب اروپایی برای دستگیری او صادر می‌شود. 1 ژوئیه 2018، اسدالله اسدی در نزدیکی شهر آشافنبورگ واقع در ایالت بایرن آلمان دستگیر شد. بلژیک خواستار استرداد این دیپلمات از آلمان شده است. 2 ژوئیه 2018، اطلاعیه مطبوعاتی مشترک دادستانی فدرال و اداره امنیت بلژیک. این عملیات تنها به دلیل اطلاعاتی بود که اداره امنیت فدرال VSSE در این پرونده گردآوری کرده بود. در یک مدت زمان بسیار کوتاه، VSSE این اطلاعات اساسی را جمع‌آوری، استخراج و غنی‌سازی کرده است. این عملیات به خصوص به یمن تبادل اطلاعات فوق‌العاده با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی میسر گردید. همکاری بین دادستانی فدرال، اداره امنیت کشور، پلیس قضایی فدرال، واحد خنثی‌سازی مواد منفجره و مقامات قضایی فرانسوی و آلمانی ممانعت از یک سوء قصد تروریستی را ممکن ساخت. 2 ژوئیه 2018، اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت. توطئه دیکتاتوری تروریستی حاکم بر ایران برای حمله تروریستی به گرد همای بزرگ مقاومت ایران در ویلپند پاریس در هم شکسته شد. 2 ژوئیه 2018، شروع سفر روحانی به سوئیس و اتریش. توییت جواد ظریف: چه جالب، درست همزمان با آغاز سفر رئیس جمهوری به اروپا، یک عملیات ایرانی افشا و عوامل آن دستگیر می شوند. ایران هر گونه خشونت و ترور را در هر مکانی محکوم می کند و آماده است با مقامات زیرفت برای شفاف سازی در زمینه آنچه فقط یک عملیات پلید برای دادن نشانی غلط است همکاری کند. بسیار عالی. این بخش دیگه از وقایع نگار بود تا دستگیری این دیپلمات تروریست برای اون دسته از هموطنانی که بدونن که دقیقا چه اتفاقاتی افتاد. تقریبا 2 سال پیش که به این دادگاه منتهی شده و الان این دیپلمات تروریست در حال محاکمه شدن است. همزمان که با کارشناس برنامه آقای حریری همراه هستیم و همکارم احسان، گفتگویی هم داریم با برخی از شخصیت‌ها و سیاستمداران سابق و حاضر اروپایی و بین‌المللی و می‌خوایم نظر اونها رو هم در رابطه با این دادگاه و روند اون بدونیم. فکر کنم که الان گفتگویی داریم با آقای راجر گاتسیف، درسته؟ اگر که آیا صدای ما رو میشنون یا بله، صحبت آقای راجر گاتسیف رو میشنویم در همین رابطه که نظرشون رو گفتن. The Paris bombing and the trial against the Iranian diplomat once again shows that the regime is using its embassies and diplomatic staff for terrorist purposes. If the bomb اگر had gone off at the Paris gathering, بمب در گرد همایی پاریس منفجر میشد، منجر به کشتار بزرگی میشد در اونجا. بسیاری از نمایندگان پارلمان در اونجا حضور داشتند در این گرد همایی. این اولین بار نیست که این رژیم مخالفان خودش رو در اروپا هدف میگیره، از جمله شورای ملی مقاومت ایران رو. در سال 2019 در حالی که قیام علیه رژیم گسترش پیدا کرد، منظور در سال 96 هست، دی ماه 96، ولی فقیه رژیم و دیگر مقام های این رژیم تصمیم گرفتن گرد همایی مقاومت سازمان یافته ایران رو هدف قرار بدن که تحت هدایت رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم رجوی به پیش میره. این یکی دیگه از اقدامات رژیم علیه مخالفانش در اروپا بود، چون شورای ملی مقاومت نماینده یک آلترناتیو دموکراتیک برای این دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران هست.
در ژانویه 2019 اسدالله اسدی دیپلمات دستگیر شده که در از اعضای ارشد وزارت اطلاعات رژیم ایران هست در لیست تروریستی اتحادیه اروپا قرار گرفت و من از این خیلی استقبال می کنم. اکنون باید وزارت خارجه تمامیت وزارت اطلاعات رژیم ایران رو لیست گذاری کنه به عنوان یک سازمان تروریستی وزارت خارجه انگلستان و همچنین دست به تحقیقات بزنه برای اینکه تعیین کنه که آیا دیپلمات های رژیم ایران در انگلستان عضو همین وزارت اطلاعات هستند مثل اسدی. و چه ارتباطی داشتن با اسدی؟ اگر اینطور باشه اون به اصطلاح دیپلمات باید اخراج بشه از انگلیس. دولت انگلستان همچنین باید این موضوع رو مد نظر قرار بده که اقدامات دیگه ای رو در پیش بگیره علیه رژیم ایران. هر کشور دیگه ای هم تو جهان همون کارهایی رو که به کار میگیره در حضور دیپلماتیکش در کشورها برای دیالوگ کردن هست، برای ارتباطاتش هست با کشور دیگه و برای پایین آوردن تنش بین کشورهاست و برای اینکه روابط رو با هم دیگه بهبود ببخشند. این نقش یک دیپلماته. ولی دیپلمات های رژیم ایران هیچ کدوم از این کارها رو انجام نمیدن. اونها ماموران رژیم هستند، رژیم ایران، و متاسفانه هیچ منفعتی ندارن که وارد چنین روابط درستی بشن، بلکه میخوان کارهای رژیم آخوندی رو پیش ببرن برای اذیت و آزار، تحقیر و حذف هر گونه مخالف رژیم ایران. اگر اثبات بشه که اسدی داشت با فرمان مشخصی از سوی رژیم داره انجام کارش رو به پیش برده و اون مجرم شناخته بشه توسط دادگاه، انگلستان باید این موضوع رو مد نظر قرار بده که آیا حفظ سفارت رژیم در انگلیس اصلا کار درستی هست یا نه. یعنی بستن اون رو باید مورد نظر قرار بده. دیپلمات هایی که در سفارت ها کارهای سنتی دیپلماتیک رو انجام نمیدن و وارد تروریسم میشن، نباید به اونها اجازه داد که در کشور ما باقی بمونن. چون نه تنها این کار اشتباه و خطرناکیه، بلکه علیه کنوانسیون وین و مصوبات اون هم هست. یعنی چیزهایی که در ارتباط با سرویس دیپلماتیک مد نظر قرار داده شده. از شما متشکرم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید تا صحبتامو بکنم. بله، صحبت آقای راجر گاتسیف رو شنیدیم که به خوبی نگرانی های خودشون و همه مردم انگلیس رو از ادامه حضور سفارتخونه ها و فعالیت سفارتخونه های رژیم آخوندی در انگلیس مطرح کردن که و این چه تهدید بزرگی هستش و مسائلی که فهم میکنم به همین دادگاه برمیگرده به روابط بین کشورهای اتحادیه اروپا، مشخصا کشورهای اتحادیه اروپا و روابطشون در آینده با رژیم آخوندی. خب آقای اسماعیل محدث از ایتالیا با ما همراه هستن. آقای محدث صدای ما رو میشنوید؟